the instruction should be performed. It uses arrows. He and اینجا فلوچارت که هسته استفاده میکنن از چی؟ از ارو تیرها to represent که نشان بده the sequence in which the instruction should be performed. ردیف ها را که دو هدایت به چی شوه انجام داده شود. انشالله در درس بعدی باز ما میم یک مثال از الگوریتم کار میکنیم و همچنان یک مثال از فلوچارت کار میکنیم برای وضاحت زیاد. میم شاگردای عزیز، اینجا does a flowchart conveys the following information. فلوچارت که هستن اینمی معلوماتی پایین که ذکر گردیده برای ما چی میکنن ارائه میداره. اول چیست؟ the sequence in which step should be performed. ترتیبی که در آن تمام مراحل انجام خواهد شد. ترتیبی که در آن تمام مراحل انجام خواهد شد. ای ترتیب برای ما ارائه میکنه. دو، the steps involved in obtaining user input or giving an output. مراحل که در آن گنجانیده شده که input میگیره و همچنان output را چی میکنن؟ ارائه میکنن. مراحل در آن گنجانیده شدن که input میگیرن و همچنان output را ارائه میکنن. شاگردای عزیز، ما حالش قادر هستیم یا ما حال بسیار به سادگی از کلمه input معنا میگیریم. ما در صنفهای گذشته خواندیم درباره input output device زیاد خواندیم، درباره input و همچنان output زیاد خواندیم. دیگه ضرور نیست که ما در صنف هفتم input و همچنان output باز تشریح کنیم، چون ما در صنف چهار، صنف سه و همچنان از صنف اول و دو گرفته تا صنف شش درباره input ما زیاد درس خواندیم و همچنان output. اینجا ما گفتیم که دومش ایست که مرحله که در آن برای ما چی میکنن؟ مرحله در آن گنجانیده شدن که برای ما چی میکنن؟ از طرف ما input میگیرن و همچنان output برای ما چی میکنن؟ ارائه میکنن. input دیتایی که ما وارد میکنیم و output نتیجه که برای ما داده میشه. سوم، the steps describing processing of data. The steps describing processing of data. مرحله که در آن درباره پروسس معلومات چی شدن تشریحات داده میشه. مرحله که برای که در آن برای پروسس معلومات چی میشه؟ معلومات داده میشه. پروسس دیتا. چهارم داریم، the different conditions involved in handling the process. حالت های مختلف در آن گنجانیده شده برای اداره جریان عمل، یا حالت های مختلف در آن گنجانیده شدن برای اداره پروسس یا مرحله پروسس و همچنان اپشن بعدیش که هست the step to be repeated. ام step که ما یک پروگرام نوشته میکنیم در اونجا یک step ما میخواییم تکرار بیاید. برای این پروگرام خود اول الگوریتم جور میشه، بعد از او فلوچارت جور میشه. پس فلوچارت ای خوبی را دارن که در روی کاغذ ما یک شکل گرافیکی یک پروگرام جور میکنیم با استفاده رسم کردن شبهای فلوچارت یا هندسی که تا پایین انشاءالله در درس آینده خود میخوانیم
مامت آنیم که امو ستیپی که در پروگرام تکراری باید بیایا پوره در پروچارت همچنان چی کنیم ذکر کنیم یا اونجا امو عمل را اجرا کنیم. خوب شاگرده عزیز، درس امروز ما به همین جا به پایان میرسه. شما هر نوع مشکل، انتقاد، پیشنهاد داشتین میتونین همراه ما شریک بسازید. مم در بخش پرکتیکل خود شاگرد عزیز، چون درس تیوری امروزی ما زیاد بود، ما مم در بخش پرکتیکل اینجا امروز تنها همراه برنامه MS Word معرفی میشی. آفیس 2019 شما میتونین که در بخش سافتورها زیاد محتاط باشین و کوشش کنین که ورژن های اپدیت استفاده کنین. پشت ورژن های که و وقتشان تیر است شما زیاد نگردین و کوششتان همی باشه که هر چقدر یک سافتویر اپدیت که با بازار ارائه میشه شما از او استفاده کنید. همیال هم ما در افغانستان مردمی داریم که وا مثلا در ادارات مامورین سابقه هستن که وا از آفیس 2005 استفاده میکنن، از آفیس 2007 استفاده میکنن، ده استفاده میکنن، ده زیاد از اف زیاد از در این همیال در افغانستان و همچنان بعد از اف دو ده سیزده آمده، بعد از سیزده شانزده آمده و همچنان آل ما آفیس 2019 هم داریم. پس ضرور است که ما، خوب است که ما از ورژن اپدیت یا از پروگرام های اپدیت استفاده کنیم، چون در این پروگرام های اپدیت خوبی اینجا است که آپشن های جدید اضافه میشن، سهولیات جدید پیدا میشن و امرای ما در کارهای ما امرای ما چی میکنن؟ بسیار کمک میکنن. خوب شاگرده عزیز، من با انترفیس یا امو صفحه ورد معرفی میشم. در بخش آفیس های 2005-3 اینجا ما منو داشتیم، اما فعلا که از بعد از 2005 که مثلا آفیس 2007 آمد و همچنان ده آمد و همچنان سیزده آمد و شانزده آمد و حالا یه نوزده است، ما اینجا دهی آفیس ها که از تب است، انزرت تب، دیزاین تب، لیاوت تب و ریفرنس تب و همتو مسلسل. این صاحب ما بنام تایتل بار یاد میشه. این صاحب ما بنام چی یاد میشه؟ تایتل بار. تایتل یه MS Word است. اینی بغل که شما این بطن ها را میبینین که از اینجا ما میتونین صفحه ورد خود را کلوز کنیم، ریستور داون میتونیم صفحه را چی کنیم؟ مگزیمایز کنیم و همچنان میتونیم صفحه را منیمایز کنیم. این بطن ها به نام نویگیشن بطن ها یاد میشن. به نامش یاد میشن نویگیشن بطنز. بهم شاگردای عزیز، در این قسمت که ما استاد هستیم صفحه MS Word است، یا ما این قسمت را گفته میتونیم بادی. پایین مهم تاسک بار MS Word است که در این قسمت شما میتونین صفحه خود را زوم کنید و همچنان صفحه خود را پس زوم این کنید. در این قسمت ما میتونیم چقدر صفحاتی که ما باز میکنیم برای ما اینجا چی میکنن؟ نشان میتن که فعلا ما چند صفحه را باز کردیم و ما در کدام صفحه استاد هستم؟ در صفحه اول استاد هستم و پنج صفحه را باز کردیم. و قسمت دیگه ایست که چقدر لغات که ما استفاده میکنیم او هم اینجا برای ما اتومات حساب میشه. مثلا من نوشته میکنم سکول، یک لغت شد یا نه؟ من نوشته میکنم جاب، دو لغت. صحیح؟ مثلا من نوشته میکنم
کمپیوتر سل آورد. شما از اینجا میتونین که هزارها لغتتان اگر کار کرده باشین، شما کلمات یا لغاتی که در کتاب یا مجله یا هر چیزی که ما دیزاین میکنیم، ما او را معلوم یا بگیم که ما در این کتاب به این اندازه لغات یا کلمات استفاده نکردیم. مهم شاگردای عزیز، در این بخش MS Word که اینی به نام سکرول بار یاد میشه، از قسمت ما میتونیم صفحات خود را پایین و بالا ببریم. انترفیس درس امروزی ما در بخش پرکتیپل همراه معرفی، همراه انترفیس پروگرام MS Word بود. تا درس بعدی، شما را با خداوند یکتا میسپارم. خوب شاگرد عزیز، خدا کند درس امروزی را گرفته باشید. میتونید در خانه خود کار کنید و حفظ الصحه خود را متوجه باشید. تشکر می‌کنم.